یکی از موضوعات روی میز رژیم یا بهتر بگیم یکی از بحران‌های گریبانگیر رژیم داستان مذاکرات وین با طرف حساب‌های غربی بر سر بازگشت به برجام و برداشتن تحریم است. رژیم یعنی به طور مشخص آخوند روحانی مدعیه که کار تمومه و تحریم‌ها برداشته میشه. اما طرف‌های غربی برعکس حرف روحانی رو میزنن. برای بررسی این موضوع و اینکه به طور واقعی نقطه این مذاکرات کجا هست گفتگوی داریم با احمد گلفشار. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه‌مون. امروز روحانی مجددا تکرار کرد که به اصطلاح قدم‌های مهمی رو در زمینه مذاکرات هسته‌ای برداشتیم و قدم‌های پایانی هم در دسترس است، در حالی که ما شاهدیم که در روزهای اخیر نظرات دولت‌های غربی برعکس اینه و همخون نیست با این حرفی که روحانی میزنه. واقعیت چی هست؟ بله، قبلش با تشکر از شما و سلام خدمت هممیهنان عزیز، این صحبت‌های روحانی که امروز گفته البته چیز جدیدی نیست. بله، در صحبت‌های قبلی هم که کرده بود همواره یک فضای مثبتی از مذاکرات و اینکه تحریم‌ها داره برداشته میشه و این چیزا رو میگفت. خب اینو بایستی این صحبت های اینو باید ببینیم اون طرف های دیگه مذاکره کننده چی میگن، طرف های غربی بسته، طرف هایی که به صلاح در مذاکرات هستن، آمریکا و اون چهار کشور دیگه. بله، خب تو این رابطه در دفعه قبل که روحانی یک مطلبی گفته بود که توافق نزدیک است، بله، وزیر خارجه آمریکا بلینکن اینو در یک مصاحبه پاسخ داد و گفتش که من فکر میکنم این یک خبر جدیدیه، یعنی به عبارت دیگه چنین چیزی نبوده که یک خبر جدیدی برای طرف اصلی مذاکره کننده این رژیم در وین. یا مثلا همین دومینیک راب وزیر خارجه انگلیس هم، بله، صحبتایی که کرده بود تو همین رابطه در یک مثلا توییتی که کرده بود اونم گفته بود که مثلا توافق هسته‌ای رو باید قوی تر کرد. بله، یعنی چیزی که اینا میگن به اصطلاح توافق 2015 بخوام برگردیم. بله، یا این جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا که خیلی روشن گفته واشنگتن در مذاکرات وین به هیچ توافقی با تهران نرسیده است. در یک مصاحبه یکی از مقامات اروپایی هم اومده همین اظهار تعجب کرده از صحبت‌های روحانی وقتی ازش سوال کردن و اونم میگه که مشخص نیست روحانی بر چه اساسی چنین حرفایی رو میزنه. این فضای طرفای مذاکره کننده به قدری به اصطلاح قوی بود، به قدری برای رژیم دوچاره به اصطلاح تنش کرد این دستگاهو که خطیب‌زاده اومد موضع‌گیری کرد. خطیب‌زاده تو صحبتی که کرده بود میگه که آنتونی بلینکن و دومینیک راب وزرای خارجه آمریکا و انگلیس اهداف مذاکره وین را به اصطلاح تحریف میکنند. این توییتی که در پاسخ به موضع‌گیری های این وزرای خارجه است. بله، خب این موضوعاتی که الان پاسخ به اصطلاح صحبت های خامنه ای صحبت های روحانی بود که در که به اینکه توافق نزدیکه اینا چنین پاسخهایی میدن. خب طبعا صحبتهایی که الان روحانی در این زمینه میکنه بیشتر جنبه تبلیغاتی داره در روزهای پایانی این دولت ننگینش و میخواد یه روحیه‌ای به اصطلاح بگیم ما یه دستاوردی داشتیم یک همچین تبلیغاتی رو راه بندازه. بله، حالا با این توضیحاتی که دادید و نمونه‌ای که گفتین روشنه که تناقضی است بین حرفای مثلا وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه انگلیس با اون چه که روحانی میگه. این تناقض ناشی از چیه؟ ببینید چیزی که این وسط الان بسیار الان دور پنجم گفتگوهاست که امروز هم چهارمین روزشه که داره سپری میشه، اینها در بحث به اصطلاح مذاکرات به یک بنبستی هستش، یعنی رژیم پاسخ قطعی رو نداده، چون اگر رژیم پاسخ قطعی میداد و به اصطلاح یک چیزی
واضحی رو روی میز میذاش، از به اصطلاح چانه‌زنی، چون الان میدونید بحث چانه‌زنیه، بله، اینا میگن اونا یه چیزی کم میکنن، رژیم میگه نباید همه برطرف بشه، اون میگه نم با برجامو فقط به اصطلاح برطرف میکنیم تحریم ها رو. خب این کش دادن، بله، یکی از دلایل این موضوعه که رژیم، یعنی تضاد این مسئله وجود داره. تضاد اینه که رژیم میگه در این مذاکرات باید تمام تحریم ها برداشته بشه، شامل اون تحریم هایی که مربوط به برجام، تحریم های مثلا تروریستی، اقدامات تروریستی که میکنه، همچنین موشکی و حقوق بشر. رژیم میگه همه اینا رو باید برداریم. طرف مذاکره اصلی آمریکا میگه ما فقط اگر رژیم برگرده به مثلا اون توافق هسته‌ای قبلی، تمام اون مثلا منتظم باشه به اون، ما اون تحریم هایی که ذیل برجامه هضم کنیم. این دعوایی که این وسط وجود داره. رژیم از یک طرف مثلا اینو میگه، اونا هم دارن چیز خودشون میگن، یعنی اونا کوتاه بیا نیستن از این که مثلا برگردن به توافق 2015. برگشتن به توافق 2015 اساساً چیزی نیستش که، حتی خود در داخل خود رژیم هم اینو جدی نمیگیرن که با توجه به تمام این پروسه‌ای که الان انجام شده، بله، برگردن دوباره به همون توافق 2015. در نتیجه همونطوری گفتم این یک بنبستی که الان در مذاکراتشون قرار گرفته. در حال شما اشاره کردید بنبسته، فکر کنید جلوتر که بره به چه سمتی به نظر شما خواهد رفت؟ خب ببینید، اون چیزی که الان میشه به اصطلاح صحنه ای که الان وجود داره رو اینطور ترسیم کرد، در با توجه به همین موضوعی که الان بر بنبستی که الان رژیم درش قرار گرفته، چون طرف مقابل که در بنبست نیست که، اون یه سری شروطی داره، سری کشورهای مثل اروپایی و آمریکا که اون که در بنبست نیستن، طبعا اون رژیمی که الان این وضعیت رو درش قرار گرفته و کش میده، کش دادنش هم به خاطر اینی که این دو راه در پایه و اساس در جلوش قرار گرفته. یک راهش اینه که بیاد این به اصطلاح التزاماتی که براش گذاشتن و همه رو تن بده، یعنی به این توافقی که الان هستش برگرده، بله، غنی‌سازی و در همون کادر، بله، علی‌رغم تمام اینها، ولی تحریم های تروریست، مربوط تروریسم، حقوق بشر، موشکی، اینا همیشه همه سر جای خودشه. درست. که خب این یک جام زهره برای رژیم، تبعات داره. یعنی این رژیمی که خب الان این همه داره وضعیت جامعه رو به این روز کشونده، همش میگه چی؟ میگه خب به اصطلاح تحریم هاست، و یه دفعه بیاد زانو بزنه، با زانوهای خونین بره به اصطلاح دوباره مذاکره بکنه، خب یه دفعه این در جامعه و در نیروهای خودش تبعات خودش رو داره. بله. چون اینا میگن به خاطر همین تحریم هاست که الان اقتصادی، معیشت و همه چیزو دارن مصادره میکنن. خب چه زودتر نرفتن؟ بله. در نتیجه این تبعات خودش رو برای رژیم داره و چیزی نیستش که به سادگی رژیم بتونه مثلا وارد همچین بشه، مثلا راه حلی بشه. مرسی. از اون طرف هم راه دیگه اینه که نیاد و به اصطلاح به اون چیزی که الان دارن میگن، به اون قراردادی که دارن میگن تن نده. اگه شما یادتون باشه در چند ماه گذشته یک نشست شورای حکام بود بعد از اون موضوع سایت های هسته ای رژیم که به اصطلاح چیزای بمب درش در آزمایشاتی که کرده بودن از نشانه های بمب سازی رژیم در دو تا سایت هسته ایش بود، بله، که شورای حکام بود و اونجا به شدت شورای حکام اینو محکوم کرد که رژیم وحشت کرد برای اینکه در قدم بعد اگر به توافق نمی رسیدن میرفت در شورای امنیت. شورای امنیت، بله. خب رژیم به شدت از این میهراسه چون تبعات داره. الان اون مدت قراردادی که، یعنی اون فرجه‌ای که به رژیم داده بودن در ارتباط با همین موضوع، موضوع همین هسته‌ایش، بله، و بمب، این موضوع در
این ماه دوره شورای حکام یک اجلاسی داره که اونجا بایستی بسیار گزارش بدن. حالا قبل از این گزارش چیز خود این بسیار ببینید رافائل گروسی اومده میگه در مکانهای مختلف ما آثار جدید ها آثار اورانیومی را پیدا کردیم که رژیم ایران اعلام نکرده بود. این یک مشکل بزرگ است. در ادامش هم میگه که رافائل گروسی برنامه ایران برای غنی‌سازی 60% را معطوف به ساختن بمب کرد. پس قبل از شورای حکام مدیر آژانس اومده همچین حرفی میزنه. از داخل خود رژیمم سلام مطبوعات رژیم رسانه‌هاشون در جنبه‌های مختلف مثلا روزنامه حکومتی سیاست روز میگه این مذاکرات صحنه تحمیل است نه توافق. یا از اون طرف مثلا این آفتاب یزد میگه قطع همکاری با آژانس به معنای بحرانی بی سابقه و کمترین اثر آن گشودن پرونده اتمی ایران در شورای حکام و شورای امنیت خواهد. شورای امنیت هم وقتی که بره دیگه میره ذیل بند هفته بله که تحریم ها مجددن تمام تحریم ها برمیگرده و وضعیت رژیم خب اصلا تا به همچین چیزی نداره. اینکه همونطوری که میبینید دو راهی که الان گفتیم به طور خلاصه بخوام بگیم، یک راه زانو زدن در برابر به اصطلاح اروپا و آمریکا برای این توافق، از اون طرف هم تن ندادن که میشه به اصطلاح راه آخرین چیزش میشه شورای امنیت و همون ماده هفت که برای رژیم هیچ کدوم اینا قابل به اصطلاح تحمل نیست. در نتیجه از این جهت باید گفت که در یک بن‌بستی قرار داره. ضمن اینکه شما باید توجه بکنید که الان در خود آمریکا هم یک تفسیری دارن الان این سناتور جانسون اینا میارن که اونها هم میگن هر توافقی که بخواد با رژیم میشه قبلش بایستی در سنا مورد بحث قرار بگیره، یعنی به تأیید کنگره و سنا برسه که خب اینم راهو میبنده برای هر گونه به اصطلاح سیاستی که بخواد با رژیم کوتاه بیاد یا مماشات بکنه. بله خیلی متشکرم از توضیحاتی که برای ما دادی. خواهش می‌کنم. بینندگان گرامی برنامه تیک تاک رو همراه با شما ادامه میدیم. روزنامه‌های حکومتی بیشترین مطالب خودشون رو به جنگ و دعوا و نق زدن ها و غر زدن های باند مغلوب و تیرکشی های باند غالب اختصاص دادن و در کنار اون هم مثل همیشه انعکاساتی هم از سایر بحران های لاعلاج حاکمیت آخوندی در مطالبشون آوردن. با ما همراه باشید در بخش رسانه های حکومتی تیک تاک و همراه میشیم با همکارم مسعود پیرنیا. سلام میکنم به تو و گزارش تو میبینیم. سلام به شما، سلام و درود به همه دوستان و هممیهنان عزیز در هر کجا که هستین. روزنامه‌های حکومتی 8 خرداد در واقع صحنه غلبه باند خامنه‌ای تو نمایش و سیرک انتخابات رژیم و ساکت شدن باند مغلوب، اونم از ترس جونشونه. توی روزنامه‌های باند مغلوب حرفای جهانگیری که یه مقام امنیتی به اون گفته که احراز صلاحیت نشده و تذکر کت خدایی با خون آملی لاریجانی همش حاکی از این فضاست. توی بعضی از روزنامه‌های باند مغلوب البته فضای نق زدن به باند غالب دیده میشه، اما فضای غالب برای این سری رسانه ها روزنامه ها تمکین به ولی فقیه و شرکت کردن تو نمایش انتخاباتی رژیم هستش. باقی صفحات روزنامه حکومتی امروز رو حرفای دو روز قبل خامنه ای واسه تایید شورای نگهبان و حذف باند مغلوب پر کرده. در ضمن روزنامه های رژیم همینطور به اصطلاح پیروزی دیکتاتور کودک کش سوریه تو نمایش انتخابات فرمایشی و مسخره این کشور رو به حساب اقتدار این نظام یعنی نظام ولایت فقیه فاکتور کردن. البته به این ترتیب به عمق دخالت های این رژیم تو امور این کشور اذعان کردن. موضوع دیگه هم که یه سری از روزنامه به اون اشاره کردن وضعیت قفل و آچمز رژیم توی مذاکرات وین هستش. بله مثلا تو روزهای قبل ما می‌دیدیم که روزنامه‌های باند مغلوب در مورد تحریم مردمی انتخابات نسبت به خطر قیام به باند غالب هشدار می‌دادن. فضای امروز این روزنامه‌ها در همین باره چطوری بود؟
بله، روزنامه های باند مغلوب تو فضای امنیتی به خاطر شرط انفجاری جامعه ضمن تاکید بر ضرورت حفظ این نظام امروز لحن قبلی خودشونو در واقع تعدیل کردن و البته با زبان الکن همچنان نسبت به قیام هشدار دادن. از جمله روزنامه اعتماد زیر عنوان سوال بزرگ پیرامون مصلحت انتخابات با اشاره به انقباض فضای داخلی رژیم اینجوری نوشته: این معنا مسبب بروز انواع آسیب‌ها و ناهنجاری‌های بزرگ و کوچک خواهد شد. اکنون نهاد انتخابات با پرسش و چالش جدی مواجه شده و ظاهراً مطلوب برخی همین است و اساساً نیاز نمی‌بینند که انتخابات میزان و فصل الخطاب بسیاری از مجادلات و دوراهی‌ها و منشأ تصمیم‌ها و سیاست‌های مهم و انرژی دهنده جدید باشد. روزنامه جهان صنعت هم تو مطلب خودش به عنوان نگاه جمهوری اسلامی به مشارکت مردم ضمن اشاره به تحریم مردمی نمایش انتخابات، به بی‌اعتنایی نظام ولایت فقیه به پدیده انتخابات اعتراف کرد و نوشته: مرکز نظرسنجی دانشجویان ایران میزان مشارکت شهروندان ایرانی در انتخابات های پیش رو را حدود 36% برآورد کرده است. در این حال برخی مخالفان جمهوری اسلامی برآورد بسیار نازلتری از میزان مشارکت در انتخابات دارند و میگویند ممکن است میزان حضور ایرانیان در این انتخابات حتی به 20% هم نرسد. این در حالی است که مقامات ارشد جمهوری اسلامی به حضور بیش از 50% امید بستند. این روزنامه بعد از این مقدمه به رویکرد سرکرده های این نظام اشاره کرده و نوشته: سران جمهوری اسلامی برای انجام رفتارهای خود توجیه های ایدئولوژیک دارند. در این صورت مشارکت وسیع و پرحجم یا نازل و کمرمق تنها مقبولیت آن رفتار را از نظر شهروندان تعیین می کند. تیتر نارضایتی ها از سر پرتوقعی هم عنوان مطلبی هستش از روزنامه مستقل که اعتراف های یه عضو مجلس خبرگان رژیم از باند مغلوب و انعکاس داده که به فضای انفجاری جامعه اشاره کرده و از جمله گفته: این که چرا مشارکت کم شده است پاسخ آزاردهنده‌ای دارد. نمیتوانیم خودمان را گول بزنیم. مردم جدا ناراضی هستند و این ناراحتی ها هم از سر پرتوقعی نیست. مردم واقعا شرایط را تحمل میکنند. مسئله هم تنها مسئله اقتصادی نیست. اگرچه با فرق نمی شود مردم را راضی نگه داشت، وقتی مردم نتوانند به راحتی خود را درمان کنند و حتی به دارو هم دسترسیشان سخت باشد، واقعا ناراحت کننده است. مشکل مردم از معیشت گذشته است. اکثریت مردم ناراحت هستند. مسعود، به وضعیت آشپز نظام توی مذاکرات وین اشاره کردی. روزنامه های رژیم بر اساس چه شواهدی به این موضوع پرداختن؟ خب توی رابطه باید بگم که توی روزنامه‌های هر دو تا باند چشم‌انداز رفع تحریم‌ها منفی ترسیم شده. مثلا تیتر طرح بازگشت به تهران مربوط به روزنامه سیاست روز از باند خامنه‌ای هست که با اشاره به موازه مقامات مذاکره کننده آمریکا در وین در مورد ضرورت توافق قوی تر از برجام با رژیم اینجوری می نویسه: می توان کلمه توافق قوی تر را چنین معنا کرد. ایران تمام فعالیت های هسته‌ای‌اش را برای بلند مدت کنار نهد به گونه که عملا فعالیتی صورت نگیرد و تأسیسات به مرور زمان بی استفاده و از کار افتاده شوند. در همین حال در حوزه منطقه‌ای و موشکی نیز ایران بخونید نظام تسلیم خواسته های طرف مقابل شود. روزنامه همدلی هم که از باند مغلوب هستش اینجوری تیز زده: پیچک انتخابات بر پای مذاکرات هسته‌ای. که توی این مقاله بنبست همزمان رژیم در نمایش انتخابات و از اون طرف مذاکرات وین رو شرح داده و نوشته: بسیار دور از ذهن است که حتی احیای احتمالی برجام هم بتواند تأثیری بر روند انتخابات داشته باشد. بعدش هم با اشاره به عجله باند روحانی برای رسیدن به توافق اضافه میکنه که
دولت فعلی اصرار دارد تا قبل از پایان دوره خود به نتیجه قابل قبول در مذاکرات هسته‌ای دست یابد، امری که بسیار بعید به نظر می‌رسد. این در حالی است که اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد، لزوماً باید به علت تسریع در روند مذاکرات و دستیابی به نتیجه ای فوری از برخی امتیازات چشم‌پوشی کرد و حتی چه بسا امتیازاتی را هم برای طرف مقابل در نظر گرفت. خب دوستان عزیز، این بود نگاه امروزمون به روزنامه رژیم. خیلی ممنون از اینکه ما را همراهی کردید. اونچه که در دوران انتخابات رژیم شاهد هستیم، اشک تمساح به اصطلاح کاندیداها برای فقر و وضعیت نابسامان معیشتی اونها است و دادن وعده و وعیدهایی که قبل از همه توسط خودیها به مسخره گرفته میشه. برای کارگزاران حکومتی فقر مردم فقط یک ابزاره، یک ابزار برای تبلیغات انتخاباتی. اما واقعا وقتی سردمداران این حکومت میگن سفره مردم کوچیک شده، یعنی چی؟ و آیا همه ابعاد فاجعه رو میشه دریافت؟ حتما این اصطلاح رو از زبون کارشناسای اقتصادی و کارگزارای رژیم شنیدید که میگن سفره مردم کوچیک‌تر شده. یعنی اینکه توان خرید مردم کاهش پیدا کرده و عملاً جنسایی که میتونستن قبلا بخرن دیگه نمیتونن بخرن. وقتی میگیم سفره مردم کوچیک شده، تموم واقعیت رو نگفتیم و مخاطب تصویر درستی از وضعیت اقتصادی مردم ایران پیدا نمیکنه. خوبه به یه نمونه از اعترافای خود کارگزارای حکومتی در مورد برنج که غذای اصلی ایرانیاست بپردازیم، که وقتی تو ایران تحت حاکمیت آخوندا گفته میشه که سفره کوچیک شده، موضوع قوت لایموت و حداقلای زندگیه و نه مواردی که خانوارای ایرانی بتونن از اونا چشم پوشی کنن. اونی که ارز نیمایی شد، ارزش ارز نیمایی متفاوت با ارز 4200 تومانی که قبلا مهمه کالای اساسی به بنج میدادن، تقریبا میشد گفت 2 تا 3 برابر بود. الان که حتما این اتفاق افتاده به 300% هم بسید، یعنی 300% افتاش قیمت داشته ارز نیمایی نسبت به ارز 4200. علتهای اصلیه که میتونیم بگیم که باعث گرونی و افزایش قیمت بوده. بحث بعدیش اینه که متاسفانه چون تخصیص ارز ندادن و تامین نشد به تعویری و نتونستیم برنجی که باید برنامه‌ریزی کرده بودیم باید کشور بشه. یعنی به اعتراف این کارگزار حکومتی، حدود 70 میلیون ایرانی نمیتونن برنج بخورن. یعنی برای 70 میلیون ایرانی فقط نون خالی مونده که اونم در حال گرون شدن دو برابریه. پس واقعیت کوچیکتر شدن سفره مردم نیست، بلکه گرسنگی دادن آشکار به مردم ایرانه. یعنی اصطلاح کوچیک شدن سفره دیگه نارساست و همه ابعاد این موضوع رو بیان نمی کنه. بحث قحطی و گرسنگی اکثریت جامعه ایران و فاجعه نابودی سفره و خانوار ایرانی. اما پاسخ رژیم به این وضعیت چیه؟ آخوند روحانی رسماً اعلام میکنه که کوچیک شدن سفره‌های مردم اهمیتی نداره. ممکنه مردم در زندگی خودشون شب سفره کوچکتری داشته باشن، با سختی زندگی کنن، این درسته، این مهم نیست به نظر من، این اول نیست. البته آخوند روحانی کاملا درست گفته، اصلا برای سردمدارای رژیم مهم نیست که سفره‌های مردم کوچیک شده و با چه مشقتی زندگی میگذرونن، و این تنها حرف درستیه که میشه از این آخوند شیاد شنید. بله، برای کسایی که تو کاخاشون تو باستی هیلز زندگی میکنن و خرج تعمیر استخر خونشون میلیاردیه، قطعاً که مردم و مشکلات مردم اهمیتی نداره. در ادامه این توهینا و دهنکجی ها به ملت ایران هم یه به اصطلاح کارشناس حکومتی تو تلویزیون ظاهر شد و با پاشیدن نمک به زخم مردم از مردم میخواد سطح توقعشون رو پایین بیارن، که بازتاب این برنامه تلویزیون حکومتی چیزی جز خشم و نفرت مردم ایران نبود. نه فیل گوسن که احتمالا 185 تا. نه اون تو یه صدی باید روش بذاره. ولی برسه تو رو، یعنی شما جدی نسخه که میپیچین این است که آقا
اگرچه تو شایسته بهتر از اینها هستی خانم، اگرچه تو شایسته بهتر از اینها هستی، اما خودت رو به یک حداقل دیگری جدیدی عادت بده. بله. یا مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟ نه نیست. خب بس میوه نیست، حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم، هیچ اتفاقی نمیافته. آخه اول آجیل حذف شد دیگه، باید یا کم شد. خب چیکار کنم؟ بعدم گوش قرمز حذف شد یا کم شد؟ الان میوه رو باید حذف کنیم. الان باید میوه رو، بعد موز حذف شد یا کم شد. اما مردم ایران نیازی به نسخه های این غارتگرا و دزدای سرگردنه ندارند و چاره کار خودشون میدونن که همانا پایان حاکمیتی هستش که رئیس جمهورش فقر مردم براش اهمیتی نداره. حکومتی که میلیون ها دلار پول مردم رو با چمدون به خارجی ها میده، نظامی که 50 میلیارد دلار سرمایه های مردم ایران رو تو سوریه به باد میده، رژیمی که در حالی که مردم ایران گرسنه هستن تو لبنان و ونزوئلا فروشگاه های زنجیره‌ای ارزون قیمت ایجاد میکنه، حاکمیتی که مزدوراش در حالی که آقازاده هاشون تو غرب در حال خوشگذرونی هستند و خودشون تو کاخهای سوپر لاکچری زندگی میکنن، نسخه های قناعت برای مردم ما میپیچند. وقتی به انتخابات رژیم میگیم سیرک انتخابات، فقط یک جمله نگفتیم، دقیقاً یک صفت حساب شده و مناسب برای این نمایشه. یک بخشی از سیرک خیلی هم درش طنز موج میزنه ادعاهای کاندیداهاست. فرقی هم نمیکنه که رد صلاحیت بشن یا نشن. تمام این دلقک‌ها در این قسمت سیرک با تمام قوا وارد میشن و هر چی تو چنته از تخیلات و طنز دارن رو میگن. اونقدر که ستون طنز روزنامه‌های حکومتی میمونه که اصلا کدوم رو انعکاس بده. برگرفته از روزنامه‌های حکومتی با اندکی تلخیص و تصرف. وعده‌های کاندیداها تکراری و متنوع و سرگرم کننده. هفته جدید رو در حالی آغاز می‌کنیم که کماف سابق خیلی اوضاع تخیلی است و از اونجایی که با نزدیک شدن به انتخابات و دقیقاً تا روز انتخابات کرامت انسانی ما هم به تدریج بالاتر میره و با خودش آزادی بیان میاره، منتقدان و روزنامه‌نگاران دوباره عزیز میشن. بله، صحبت رو آغاز می‌کنیم. خب همونطور که در هفته قبل دیدید خیلی همه چیز خوبه. به همون میزان که دولت مملکت رو رها کرده، در مقابل به همون میزان کاندیداهای جدید برنامه‌های خوش آب و رنگی از خودشون در میارن که واقعاً قند تو دلمون آب میشه. 4 سال پیش رئیس جمهور فعلی تهدید کرد که اگه رأی نیارن دلار میشه 10,000 تومان. و امروز کاندیدایی که خودش رو پیشا پیش برنده میدونه با خوشحالی وعده داده که اگه من رأی بیارم دلار میشه 10,000 تومان. خواهشن در وعده دادن مراعات ما مردم هم بکنن. ما تحمل این حجم از صداقت، پاکی و خوشی رو نداریم. یه وقت میفتیم میمیریم ها؟ بله، کاندید دیگه‌ای که میخواد خیلی گمنامانه به مردم خدمت کنه از میله‌های وزارتخونه بالا کشید و برنامه‌های خودش رو برای طرفدارها شرح داد. این کاندیدای گمنام که میخواست نامش فاش نشه، ولی ما به شما یک راهنمایی میکنیم، اول اسمش احمدی نژاده، با چرخش موضع 180 درجه‌ای نسبت به سال 88 عنوان کرده که بنده لیبرال دموکرات مسلمانم. در همین حین تمام حکومت‌های دموکراتیک در جهان متعجب شدند. از سوی دیگه حال و هوای انتخابات باعث شده برخی دیگه از کاندیداها حس و حال عرفانی بگیرن و تمام دارایی‌های خودشون رو علنی کنن. یکی از کاندیداها اصرار داشت از دار دنیا فقط یه پراید داره.
آخه دلم کباب شد. و همین کاندید قصد داشت که تنور انتخابات رو داغ کنه ولی اعصاب ما رو داغون کرد. در کل خیلی همه چیز خوبه و مقامات نظام فعلا در فاز احساس تکلیف حداکثری هستن و برای خدمت رسانی از هم سبقت میگیرن و اوه مای گاد گویان هی سعی دارن خدماتشون رو به ما بدن. خب دوستان، در پایان تیک تاک ضمن تشکر از همراهیتون با ما در این برنامه به اطلاعاتون میرسونیم که برنامه تیک تاک رو میتونید از طریق کانال تلگرام و اینستاگرام سیمای آزادی هم دنبال کنید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.